دیگه. اول اهدافی کوتاه مدت و بلند مدت رو بنویسی، بعدش یکی اهدافی، یکی حلقه اعتباریه، یکی هم سرمایه گذاریه. بعد این سلام، چطوری؟ خوبید؟ خوبم. توی برام اینجا چی کار میکنی؟ با آقای شریفی کار داشتم. چی کار داشتی؟ یه کار خصوصی. کار خصوصی اونم با شریفی؟ خب ولی کار خصوصی چی بوده به من بگو. خب خصوصیه دیگه، نمیتونم به شما بگم که. نمیتونه به من بگی؟ حالا من شدم غریبه، شریفی شده آشنا، دوست. فردا که وسایلتو ریختم وسط خیابون، اون موقع میفهمی جای دوست غریبه کجاست. نه ببخش، من ناهید با هم کار داره، اجازه بدین یه خورده دیرم شده. به اجازه دیوونه بگم شو خونه هر چیز رو تن تخلیه میکنی. یا سلام بر شریفی توپل گل ناز خودم اکلوپر بده. سلام فرخ جان، خوبی؟ وقتی تو رو میبینم شریفی جو خوبه. خوبم یکی دیگه بده. عوی چه خوبه؟ خدا رو شکر بد نیست. کاری داشتی؟ زدال نزن دیگه. دمت گرم شریفی، یعنی بعد از این همه رفاقت حتما باید کار داشته باشم بیام پیشت. به جون شریفی، دلم برای تنگ شده بود، یعنی یه ذره شده بود، گفتم بیام بشینم پیشت، بشینیم یه جبی با هم بزنیم. به جون تو. واقعا؟ آره واقعا. خب اوضاع چطوره؟ کار کسی خوبه؟ خوب که نیست، خب ملک هنوز راکده. میفهمم چی میگی شریفی، میفهمم. کله پاچه هم که راکته. ببین شریفی چی بهت دارم میگم، من و تو دیگه باید یواش یواش یه فکر جدی به حال خودمون بکنیم. سنمون همینجوری داره میره بالا، احتیاج به آرامش و امنیت داریم ما. پس فردا که نتونستیم کار بکنیم، لاغت بشه یه جوری بقیه عمرمون رو گوشه خونه زندگی کنیم و لذت ببریم. خب کی بعدش میاد فرخ جون؟ ولی با این اوضاعی که من میبینم بعید میدونم که حالا بشه به اونجا رسید. کلت کار نمیکنه دیگه، یعنی اشتباه تو امثال تو همینه، یعنی به شرایطی که دارین راضین، ولی این کار خوبی نیست، کار بدیه. آدم باید تو زندگی باید انگیزه داشته باشه واسه پیشرفت. اگه بخوای میشه. ببینم فرخ، امروز حال تو خوبه؟ توپه توپم به جون تو، اوزام توپه توپ رویه درست. تازه فهمیدم چجوری میتونم، یعنی چجوری باید زندگی بکنم به جون تو که موفق بشم. واسه همین اومدم موفقیت خودم امروز با تو شریک بشم. میدونی چی دارم بهت میگم؟ آخه رفاقت به این نیستش که همش سر هم دیگر کلا بذاریم، حال هم دیگر رو بگیریم. بالاخره چیزای دیگه هم هست غیر از اینه. خب جون شریفی، این که درست میگی. درست میگم؟ پس تا اینجاش درسته. ببین شریفی، اگه بخوای تو زندگی موفق باشی و به خواستهات برسی، قدم اولت این باید بشه. چی باید بشه؟ قدم اولت باید این باشه که اهداف کوتاه مدت و بلند مدت تو لیست کنی. آره؟ آره جون تو، آره. قدم اول بس معین شد، قدم دوم اینه که باید لیست حلقه اعتباری رو بنویسن. آفرین. ببینم از کجا فهمیدی تو؟ ببینم فرخ جون، تو الان داری منو پرزنت میکنی؟ معلوم بود؟ معلوم نبود، تابلو بود. جهنم که تابلو بود، به درک. حالا که فهمیدی دوست داری سرمایه گذاری کنی یا نه؟ دیر اومدی داداش، ما قبل از شما سرمایه‌مون رو گذاشتیم. گذاشتی؟ کجا گذاشتی؟ پیش پای شما بهرام اومد اینجا منو پرزنت کرد. بهرام؟ آره، انصافا خیلی هم بهتر تو پرزنت میکرد. منم قبول کردم که زیر شاخش باشم. میکشمش، من بهرامو میکشمش. حالا منو دور میزنه، میدونم چیکارش کنم. فرخ جان، تو نتورک مارکتینگ مهمترین چیزی که هست این سرعت و پیگیریه. بهرام از تو سریعتر بود. به من اون دهن تو، هنوز هیچی نشده برای من داره نتورک مارکتینگ رو دم یاد میده. منو فرو باش، خاک بر اون سر من که اولین نفر تو حلقه اعتباریم توی آدم فروش شده بشن. خب من از کجا میدونستم که تو هم اومدی تو این کار؟ من الان کار مهمتری دارم، بعدا خدمت میرسم. لپت میکنم.
اینم شریفی که به زیر مجموعه ما اضافه شد. آفرین آفرین، داری خودتو نشون میدی. اون ناهید خانومه درزم، خانومو بذار. چرا اسم شریفی رو نمی نویسی؟ نوشتم. چرا من نمی بینمش؟ به خاطر اینکه پشتت به تخته است. کرمهای تقویتی پوست برای برطرف کردن چین و چروک. دیگه خسته شدم، دیگه یکی به دادم برسه. بابا ناراحت نباش، پولدار میشیم، علاوه بر اینکه لوازم یدکی تو میخریم، آپگریدت میکنیم بشی 69. پروفسور بهرام؟ بله. شما به خاطر اعمال خلاف قوانین مالی کنفدراسیون و فروش قطعات 61 و همچنین تحریک گروه تحقیق به ترک ماموریت محوله بر اساس قوانین منشور از سمت خود برکنار شده و برای تمام عمر از انجام هر گونه فعالیت علمی و تحقیقاتی محروم میشوید. اوه شما ما رو کشتین. وای ترسیدیم، خیلی ترسیدیم، الان ترس بر من مستولی شد. اوه به خاطر استحصای منشور کنفدراسیون 10 سال به محرومیت تمام عمر شما اضافه میشه. ببخشین، شما با اجازه کی وسط حرف ما میپرین؟ من مجوز دارم هر وقت دارم بخواد حرف بزنم. میخوای حرف بزنی برو خونه خودتون حرف بزن. ایک بیری آی درست صحبت کنم؟ درست صحبت نکنم مثلا چی کار میخوای بکنی؟ محرومت میکنم. شما به غیر از این کار دیگه بلد نیستین؟ غیر از این پس ببر صداتو داریم حرف میزنیم. آی بی ادب. خب داشتم میگفتم، ببین اگه دامنه فعالیتمون گسترده تر بشه، اینا گیلاس نیستا، اینا آدمن. هر چقدر این آدما زیادتر بشن ما پولدارتر میشیم. وای من میمیرم برای مال دنیا. گفت چشم تنگ دنیا دوست را، یا قناعت پر کند یا خاک گور. او این کیه؟ کجاست این برم؟ من تو رو میکشم، این چاره میکنم. چرا اینجوری میکنی؟ حالا دیگه حلقه اعتباری منو خواب میزنی؟ آره هنوز زاده نشده کسی که بخواد حلقه اعتباری منو خواب بزنه. میکشمه. میخواد خودتون زودتر پرزنتش بکنین. من اون دفترچه‌تون رو نخوندین؟ سرعت عمل بیشتری داشته باشین زود میتونیم پرزنتش بکنیم. بله شوهرم زرنگ مغز اقتصادی داره. اینجوریه؟ آره اینجوریه. میخوای با من کلکل کنید الا؟ خب من نمیدونم الان این چیزی که داری میگین چیه، ولی اگه زودتر به جمعی موفق‌تر میشین دیگه، سرعت عمل بالا. سرعت عمل؟ یه سرعت عملی بهت نشون بدم که مجبور بشی به خودت کیلومتر بس کنی. بیچاره تو که هنوز الان اومدی، کسی کاری نداری، ولی من تا حالا 35 صفحه حلقه اعتباری نوشتم. دارین حلقه اعتباریتون رو به رخ ما میکشین؟ نایت خانم شما عصبانی نشو. نخه ایشون میخواد با توهین و تحقیر ما رو از این حلقه بدر بکنه، اما نمیدونه ما پولدار میشیم. جوزه رو آخر پاییز میشمرن. شاهنامه آخرش خوشه. اونی که اول میخنده سیبیل بابا میشه. فلفل نبین چه ریزه، بشکن ببین چه تیزه. بس بچرخید تا بچرخید. آسیا به نوبت. هرچی این زمینه همشون اینقدر ناجورن؟ فریدی منوش، این موقعیت کاملا استثنائیه. من چون دیدم که از این دادنم پول خوبی به دست میارم، گفتم که به کی بگم که بهترم شده شد. بالاخره یه اون با هم نون نمک خوردیم، با هم این همه زندگی کردیم، حال کردیم. فرخ جون چرا انقدر کشش میدی؟ برو سر اصل مطلب ببینم چی میخوای. الان بهت میگم، عجله نکن، باید یکی یکی من برم جلو. ببین منوچون، ما یه شرکت، یه دفتر نمایندگی هستیم که برای یک شرکت خارجی به نام شیو اینترنشنال کار میکنیم. این شرکت کارش اینه که با تولید انواع شیور برای خانم و آقایون هست و در کنار این با جذب سرمایه گذارا. خب هر ماه سود خیلی خوبی داده میشه. اگر بتونی با معرفی افراد جدید به این سیستم بتونی فعال باشی، بازم سود خوبی به دست میاری. حالا بخش هیجان انگیزش ببین چیه. این نقاط کشوری که دیدی، نقاط دنیا، بزیم این کدوم کشور بود؟ این وکیشن هایی هست، بخش هیجان انگیزش به تمام مسافره، به تمام نقاط کشور دنیا هستش که تو میتونی با خرید تور کلی سود گیرت بیاد اگه بتونی تو فقط وقت بذاری. الان من باز به توضیح میدم، میسی که متوجه نشدی، حق داری، منم آره اول متوجه نمیشدم. ببین بنوچون، ما یه دفتری نمایدی یه سیم که برای یه شرکت
من وقت این کارو ندارم، نمیتونم این کارو بکنم. چرا؟ نمیتونم، وقتشو ندارم دیگه خدا. چرا وقتشو داری؟ وقت ندارم. گوش کن من به چی میگم. من وقتشو ندارم. حالا یه دقیقه گوش کن ببین، من این بخش هیجان انگیزش و کشنایش که سرم بخوره. من وقتشو ندارم. این مسافرتی داری به همه نقاط. چرا؟ فرخ. با من وقتشو ندارم. یه دقیقه تو گوش کن، حرف گوش کن ببین. فرخ. اینو تو نگاه کن. فرخ. ببین من دارم اینو میگم، بخش هیجان تو بدت میاد که بری کشور کاری. ببین من ببین. وقتشو تو غلط میکنی، وقت نداری. چرا وقتشو باشی بشین. حالا یه بار دیگه به توضیح میدم. ببین این شرکت مربوط میشه، یعنی ما یه دفتر نمایندگی هستیم که برای یه شرکت خارجی به نام شیف اینترنشنال داریم کار میکنیم و تو هر ماه میتونی سود خوبی به دست بیاری. اگر این سود بتونی که منوش وایسه ببینم. منوش بگو. منوش تو پولو بهم بده، من آخر ما اینا. واقعا؟ آره پولدار میشیم. پولدار میشم؟ بله. چقدر باید بدم؟ حالا من اسم تو مینویسم اینجا، خب بعدم میگیرم ازت. پولدار میشم. منوش پولدار میشم؟ بله منوش. بابا ببین اینجوری پیش بریم، هر روز 20 نفر اضافه میشن، آخر ماه تقریبا مثلا میتونیم یه سیاره که کوچولو تو بالای کهکشان بگیریم. به به، چرا با این روش زودتر آشنا نشده بودیم؟ تا حالا من میتونستم نصف رأی اعضای کنفدراسیون رو بخرم که رئیس سال دیگه کنفدراسیون خودم باشم. نه چه دردت میکنه حالا؟ ده نمیدونی دیگه، میتونستم به همه دستور بدم درجه خودم رو از سرهنگی ارتقا بدم به تیمساری، بعدم وزیر جنگ بشم، با کل کهکشانهای دیگه به جنگم. میگم این هرمی که دارین مطمئن این درست کار میکنه؟ بله چطور مگه؟ بهرام یه خورده به نظر سر و ته میاد. نه خیر اینشون درستن، شما خودتون سر و ته. آره؟ بله فکر میکنم مال این مدار ترازش باشه که فروختیم. ها مگه مدار ترازم هم فروختی؟ نه اصلا نگران نباش، یه دونه نوشو برات میگیریم میشه این هلو. آکبه وای باورم نمیشه اینجوری میتونیم اینقدر پول دارشیم. اونم از کار نکنیم پول دارشیم. به به عوض میخوام موزه میشم، این هرم که میگین واقعا کار میکنه؟ واقعا شو که نمیدونم، فعلا که اینجا کار میکنه. دیگه دو یعنی اینجا به این راحتی میشه پول دار شد؟ خوش به حالشون. یه منشور تو کهکشان باید 20 سال کار کنه تا پای حقوقش 2000 مخ بره بالا، تازه بیمه هم نمیشه. آخه میگم شما بدبخت اینا. ای بابا دست رو دلم نذار. اگه خواستی تو هم میتونی بیای تو اینجا شرکت بکنی. آره سرمایه گذاری راحت. یعنی منشور هم میتونن سرمایه گذاری کنن؟ ما تبعیض نداریم اینجا، منشور، آدم، قزنیت، پول داشته باشی میتونی شرکت کنی. بالا من یه تیکه زمین تو نپتون دارم، یه باغچه‌ام تو قمر سوم لیپتون، میتونم آبشون کنم زود. باشه برای شروع خوبه. فقط قربون مرامتون این دوتا تیکه زمین نتیجه یه عمر کار منه، از دستم نرزن بچه‌ام بیچاره بشن. نه بابا اصلا تو آخر برج تو خیلی راحت مغازه دو دهنه تو سیاره موچولوس میتونی بگیری خیلی راحت. آره کله پاچه‌ایش کن اصلا. بن. واقعا دستون درد نکنه، بس منم هستم. دیو 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 دیو. خیلی خوب. منشور ببینم. آه خوبه. فقط حس نمی کنی یه چیزی کمه؟ ها آره نمیدونم چی ولی یه چیزی کمه. اوه ستاره. ستاره هنوز تو اتاق تاریکه، تا الان اگرست نهی مرده. بودو برو این ستاره رو بیرون بیار،
اما این چیزم که دیگه منشورم که دیگه از خودمون رو اسمتم که نوشتم اینجا بود زدنه دیگه الان میادون بودو هلو شد چیزی شده فرخ؟ فرید تو یکی دیگه حرف نزن ها هر چی دارم میکشم از دست توزا من؟ بله خود شما اینقدر دروغ به همه گفتی که مثل چوپان دروغ و دماغ دراز شده زهر با چوپان دروغ و دماغ دراز اونی که دماغش دراز میشه پینوکیوه بعدم تو میدونی که من از دروغ گفتن متنفرم مثلا چی داره میگی میشه بگی؟ چی شده؟ بفرما لیست رو نگاه کن حلقه اعتباریته؟ حلقه اعتباریم بود الان دیگه اعتباری نمونده برای من چرا چطور؟ برای اینکه یک نفر حاضر نشده بیاد زیر شاخ من بشه تو دیگه چرا فرخونده؟ آبجی تو دیگه چرا آخه؟ خیلی خوب حالا بابا شاید پول نداشتن یا اطمینان نکردن برای هر کسی دلیل موجهی داشته برای خودش دیگه درس نخور تو نمیدونی من چی دارم میسوزم نمیتونی اگه میدونستی اینو نمیگفتی بگو برام یک حالی از تو من بگیرم یک حالی بگیرم که تو کتابای فرید بنویسن حلقه اعتباری تو ندوزیدم حلقه اعتباری منو دوزیدی میدونم چی کارت کنم بابا به بهرام چی کار داری اصلا به اون بدبخت چه ربطی داره بدبخت هر چی دارم میگم از دست همین بهرام بدبخته بدبخت تمام حلقه اعتباریم رفته زیر شاخه بهرام تا بیست روز دیگه همین خونه رو میخره با یه لگد و تیپا باره میندازه تو کوچه بابا بهرام این مدلی نیست که تو هم آره این مدلی نیست منم دنیا به آخر که نرسیده بابا این همه آدم مثل شریفی زیر شاخه بهرامه منوچهر بهرامه بیژن اونم زیر شاخه بهرامه سبزی فروش سرکوچه؟ بهرامه عبدالی؟ زیر شاخه بهرامه عمه فخری؟ اونم زیر شاخه بهرامه بهرام تو بمیری به زمینی یرم بخوری تو بگه بهرام عمه فخری رو از کجا میشناسه؟ من چه میدونم از کجا میشناسه؟ چه میدونم؟ همه شخصیت توست هزار بار بهت گفتم فرید با این بهرام صمیمی نشو ولی گوش نکردی که راست رفتی بهرام چپ شد رفتی بهرام اصلا تمام زندگی شد بهرام اینجوری نمیشه باید یه فکر جدی من بخورم باید برم پیش دکتر آقا جان این همه بهت گفتم فرخ این کارو نکن عجله نکن صبر کن بذار ببینیم چه خبره تقصیر خودته آره تقصیر خودم اصلا آقا فردا بالا میشیم میریم اونجا گوش بده فردا میریم اونجا میگیم آقا ما پشیمون شدیم پولمون رو به اون پس بدیم من پشیمون نشدم هیچ وقتم پشیمون نمیشه هیچ وقت نشدی فرد چی گفت؟ نشنیدن تو این کار خیلی زیاده هر کاری هم قیمتی داره من بهش پول میدم که تمام حلقه اعتباری بهرام بیاد زیر شاخه من حالا ببین اینم فراد گفت؟ نه اینو من میگم صادق آماده ای؟ بله سه دو یک ما از جلوی دفتری با شما صحبت میکنیم که به گفته شاهدان و شاکیان تا به امروز از آن به عنوان شرکت های هرمی استفاده میشده است ما در بین مردم هستیم همونطور که خودتون مشاهده میکنید عده زیادی اینجا جمع شدن تا ببینن نتیجه کار چی میشه ما در بین مردم هستیم و لحظه به لحظه گزارش های جدیدی رو برای شما ارسال میکنیم با ما همراه شوید فرخ اونجا چه خبره؟ کجا؟ اونها شلوغه جلو ساختمون؟ نکنه دکتر رو ترور کردن برای چی باید ترورش بکنن؟ آقا اینجا چه خبره؟ چرا جمع شدید؟ والا میگه دفتری شرکت هرمی بوده که کلاهبرداری کردن کلاهبرداری کردی؟ ملت میکنه کلاهبرداری کنه آدم هایی که مقبول شده آقا شرکت که همکاری
دکتر هر چی گفتم وایسید ما نسادم. اشکالی نداره. شما بفرمایید سر پستش. دکتر اینا چی میگن؟ چه خبره؟ شما اصلا نگران نباشید. برامون پاپوش درست کردن. چشم دیدن موفقیت ما رو نداشتن. حرف مفت نزن را بیفت. اکی تا حالا به نقاش ساختمون میگن دکتر؟ نقاش ساختمون؟ بابشون دکتر فصیحی هستن، دکتر اقتصاد دارن از دانشگاه آکسفورد. دفعه قبل مهندس هوافضا بودی. دفعه قبل؟ اینا چی میگن دکتر؟ شما نگران نباشید. وکیلم میاد همه چیز براتون حل میکنه. خیالتون راحت باشه. آقای مامور باور نکنید اشتباه میکنید. ایشون آقای دکتر هستن. اینجا هم دفتر کارشونه. اینجا شرکت سرمایه گذاریشونه. باید خدمتتون عرض کنم که ایشون کامرانه. معروف به کامران شاخان. اینجا هم مطب یه دکتریه که ایشون داره توش نقاشی ساختمون میکنه. خب چه اشکال. میکشم انت. آروم باش. فاروق جان من آروم باش. فاروق آروم باش. خواهش میکنم. بلم کن فرید. خواهش میکنم. میگم بلم کن بزن لاغر این گوشش و گاز بگیرم. فرخ بلش کن. ببخشید ما میتونیم پولمونو پس بگیریم؟ تنها شما نیستیم. این آقا تا الان 158 مورد شکایت داشته. از 2 میلیون تومان تا 20 میلیون تومان. پس من باید حتما گازش بگیرم. فرخ خواهش میکنم. گازش بگیرم. فرخ زشته بلش کن. فرهاد بگه دستم به درسه فرهاد. فرهاد امینی؟ بله فرهاد امینی. شما نمیدونید الان کجاست؟ چه میدونم کدوم جهنمه؟ ببخش شما مگه میشناسینش؟ بله ایشون هم همدست همین بانده. الان هم متواریه ولی پیداش میکنی. یعنی اونه؟ بذار باباش از خارج بیاد. میدونم به باباش چیکار کنم. خارج؟ بله خارجه. کریم کلپز الان یک ساله که گوشه زندونه. نه خیر خارج. کریم کلپز زندان. پس این شرکت توی مالزی و سایت معتبر اینا چی میشه؟ آقا ما بالاخره میتونیم پولمونو پس بگیریم یا نه؟ من پولمو میخوام. شرکتی وجود نداشته. همه اونا ساختگی بوده. من پولمو میخوام آقا. پولمو. افراد شیاد با پوشش‌های مختلف حکومتی، علمی و هنری به سراغ شما میان و با وعده سودهای کلان از شما پول میگیرند. حتی گاهی تا چندین ماه به وعده‌های خودشون عمل میکنن. اما در نهایت بعد از رسیدن به مقاصد پلیدشون شما دیگه هیچ اثری از اونها پیدا نمیکنید. مراقب باشید. مراقب باشید گول حرف‌هایی مثل اینکه بسیاری از سرشاخه‌ها دولتی هستند، قضات، معلمین و افراد با نفوذ در بین ما هستند. اگه باور نمی کنید از کلانتری محل بپرسید و حرفهای پوچ دیگر رو نخورید. خودم میگم. شما هم خیلی شانس آوردید. کی؟ که اینا هنوز فرار نکردن و گیر افتادن. اینو ببر تو ماشین. شما هم هر مدرکی پیدا کردی زمینه پرونده کن. بله قربان. بفرما. بفرما فرخانه افروخته. خیالت راحت شد؟ خیالم راحت شد. حرف مفت داری میزنی. خیالم راحت شد. واقعا که خجالت داره فرید. خجالت. با منی؟ بله با تو. با منی؟ منم. با منی؟ آخه تو برادر من مگه نیستی؟ نمیتونیستی به من اشاره کنی؟ یه ندا به من بدی که من داشتم اشتباه میکردم؟ فرخ جان من دو روزه دارم مدام در گوشت میگم اصلا به من توجه میکنی؟ چه فایده ای داره الان؟ الان چه فایده داری که آسفاد شدی؟ فرید چه فایده ای داره؟ چه فایده؟ همش من باید تاوان کوتاهی های تو رو بدم. بس کن دیگه. یه ماشین قرازم که داشته میونم به باد دادی. خوب شد من نذاشم وگره کلپزی هم به آتیش میگه. فرخ واقعا باورم نمیشه تو بتونی اینقدر. خیلی خوب من عصبی نشو. برادرمی میبخشمت. نبخشمت چی کار کنم؟ فقط قول بده دیگه از این اشتباه ها نکنی. یعنی نذاری منم اشتباه بکنم. قول بدی؟ من برم کلپزی که اینجوری با دو تا دستم بگیرم کلپزی رو. قدر این برادرتو بدون. اگر من جای این برادرت بودم همچین کاری با من میکردی یا خودم میکشتمت. از تیم تحقیقاتی زمین به پهلوان پهلوانان زرد. گزارش 59. زوزو جان، زمینی ها علاقه زیادی به جمله های قشنگ و ضرب المثل ها و پند ها و کلمات قصار دارند و اینجور جملات را روی در و دیوار می نویسند و با خط خوب می نویسند و قاب می کنند و به دیوار خانه و محل کارشان می زنند برای قشنگی و از آنها در حرفهایشان استفاده می نمایند زیرا باعث می شود که باسواد به نظر بیایند و به آنها عمل نمی کنند زیرا سخت است و معمولا باعث ضرر مالی می شود
و یک راه ساده برای شناختن روحیات و علاقه های زمینی ها مراجعه به این جملات قصارشان می باشد و از هر چیزی که بد می گویند ته دلشان آن را دوست دارند و با چیزی که حال نمی نمایند مرتب از آن تعریف می نمایند و اگر هم آن را انجام بدهند به زور است و توی رودرواشتی و می گویند غیبت بد است و می کنند و می گویند رشوه بد است و می دهند می گویند دروغ بد است و دروغ می گویند و می گویند ربا بد است و می خورند و می گویند پول چرک کف دست است و 50 تومانی را روی هوا می زنند و یکی از خصوصیاتی که همشان می گویند بد است و اغلب از آن به مقدار کافی دارند طمع است و طمع این است که چیزی را که ندارند دوست دارند داشته باشند و چیزی را که دارند دوست دارند بیشتر داشته باشند و چیزی را که زیاد دارند دوست دارند خیلی زیاد داشته باشند که خصوصیت جالبی است که در تکسلولی های پتاسیم خار جاپتوس به چشم می خورد که نمی فهمند کی سیر می شوند و به معدن پتاسیم که می رسند آنقدر می خورند که می ترکند و می چسبند به دیوار معدن و زمینی ها نیز طمعشان که بالا می زند خون جلوی چشمشان را می گیرد و دوست و دشمن نمی شناسند و جمله های قشنگشان را می گذارند در کوزه و برای رسیدن به هدفشان هر کاری می کنند و گوشت خر به خورده مردم می دهند و جنس قلابی تولید می کنند و غذای غیر بهداشتی تولید می کنند و ساختمان های تقلق می سازند و بدون توجه به ظرفیت خیابان ها 1000 ماشین توی خیابان می ریزند و حیوانات را می کشند و درختان را قطع می کنند و حمله می کنند و جنگ می کنند و یکدیگر را تکه پاره می نمایند که در این موارد با تکسلولی پتاسیم خار فرق دارند زیرا آنها فقط خودشان می ترکند و کاری به کار بقیه ندارند اما زمینی ها یک خصوصیت دیگری دارند که ما در هیچ سیاره ای از سیارات مسکونی 714 گانه کهکشان و چند سیاره ای که در خارج از راه شیری رفته ایم به چشممون نخورده و آن عشق و علاقه عمیق آنها به پول دار شدن بدون کار کردن می باشد مردم زمین دیوانوار شیفته پول مفتند و پول مفت اندک را به پول زیادی که برایشان زحمت کشیده باشند ترجیح می دهند زیرا نظرشان این است که کار مال تراکتور و حیوان بارکش است و حیف وقت گرانبهای انسان است که صرف کار احمقانه‌ای به نام کار شود و حال این دو خصوصیت طمع و علاقه به پول مفت هنگامی که با یکدیگر ترکیب شوند در مجاورت سرب و دیوکسید کربن و ذرات معلق در هوا نتیجه‌اش تمایل شدید افراد جامعه به میانبر زدن می باشد و در چنین محیط مساعدی شرکت‌های سرمایه‌گذاری قلابی و شرکت‌های هرمی مثل قارچ رشد نموده و با استفاده از ترکیب فوق موفق به گول مالیدن بر سر مردم گشته اموالشان را بالا می کشند و یک آب هم رویش و اینجوری است که به این عدد دقت بفرمایید از 2,500,000 نفر عضو شرکت‌های هرمی در سر تا سر کره زمین 2,000,000 تایشان مال همینجا هستند و این نشان می‌دهد که یک چای کار می‌لنگد که ما هنوز دقیقاً نفهمیدیم که کجای کار می‌لنگد. آقای محترم ما منتظریم. چشم جناب سروان الان میام. ضمن عذرخواهی از جناب‌عالی این جانب جهت پاره توضیحات به کلانتری احضار شدم. تعدادی از زیر شاخه های این جانب کمی بی‌ظرفیت بوده و شکایت نمودند و پولدار شدن الکی نیست و نیاز به صبر و تحمل دارد و شما نگرانی به دلتان راه نداده به دنبال زیر شاخه های فعال باشید که انشالله شرکتمون را در کل راه شیری توسعه داده همچنین بار خود را ببندیم. عاشقت شدم نمیشه که کشتم. تماس فرد.